قدیما خرید لباس مثل الان نبود که. بچه ها رو میبردن خرید، همونجا مجبورش میکردن وسط مغازه 180 باز کنه تا مطمئن بشن شلواره تا سال دیگه هم دووم میاره. یکی از ویژگی های دختران ایرانی اینه که وقتی با عشقشون قهر میکنن، اون عکسایی که آقایی گفته بود اینا رو نذاری رو پروفایل، دقیقا همونا رو میذارن رو پروفایل. یادم میاد ما که نوجوان بودیم، هر کی پراید و موبایل داشت بچه مایه دار حساب میشد. الان دوباره داریم برمیگردیم به همون دوران. بدبختی فقط اونجا که تو مهمونی زوم کردی روی یک موز که فرصت مناسب پیش بیاد موزه رو برداری، همون لحظه میزبان میاد میگه چرا چیزی نمیخوری؟ یه سیب بردار بخور. نرگ سیب بردار بخور. با عشقم رفته بودیم بیرون، یهو برگشت شروع کرد به شعر گفتن. گفت من پر از فریادم، در درونم قوغاست. گفتم این حال تو را میفهمم، توالت آنجاست. همونجا حضوری بلاکم کرد رفت. که به جای سلام می نویسن سلم، باید صرفه جویی وقت و اصلا ما از اینا یاد بگیریم. لعنتی ها چقدر به کاراشون می رسن، چند روز می تونن برن شمال عشق و حال. درست مثل آدم بنویس سلام. گوشی من اینطوریه که تا قابشو در میارم میگه آخ جون قابمو در آورد، بذار خودم رو پرت کنم زمین. گوشی شما هم اینطوریه؟ کی گفته نژاد برتر وجود نداره و همه برابریم؟ پس اینایی که پیتزا میخورن چاق نمیشن چیان؟ یه جوری میگید دختری که باش ازدواج میکنید نور چشمی یک خانواده است، انگار پسری که باش ازدواج میکنید عفونت کلیه است. تو ترکیه از هر 10 نفر کم کمش 2 نفر دارن فارسی حرف میزنن. یکم دیگه همت کنیم میریم کشورشون رو ازشون میگیریم. یادش بخیر، انگار همین دیروز بود از این فیلتر استفاده میکردیم. حالا یه ماه و نیم دیگه عیده. سال 1400 من باید هر روز ورزش کنم. این برنامه رو داشتم ولی متاسفانه انجام ندادم. بعدی؟ خب ببینیم دیگه چه کارهایی باید میکردیم و نکردیم. سال 1400 من باید 2 تا کتاب بخونم. اوه 10 تا کتاب خون، 10 تا کتاب بیشتر. امسال خیلی کتاب خوندم. یس. خب آخرین کاری که سال 1400 باید میکردم و نکردم، کمتر حرف بزنم بیشتر عمل کنم. آفرین آفرین. البته من کلا خیلی کم حرفم، حالا تو کلیپام نبینید ولی اصلا توی جمع من ساکتم، حرف